نکته در تعریف و توصیف مثنوی که صحایف اسرار الهی و دفاتر معارف نامتناهی است و اوست اصول اصول دین در کشف اسرار وصول و یقین و اوست نصوص ارباب خصوص و جواهر اسرار فسوس، زاد طریق سالکان و رفیق تحقیق صادقان. اذاقنا الله رحیق الحقایق به برکت اسراره و انار قلوب المستفیدین به شعلات لمعات انواره به نبی و آله. خب خود این مقدمه‌ای که ایشان اینجا به زیبایی بیان کرده میتواند مفهوم یک جلسه باشد، ولی چون بنا داریم که سرعت انشاءالله عبور کنیم اندکی اینها رو شرح میکنم. خب صحایف جمع صحیفه هست، صحیفه هر آنچه که نوشته شده باشد و البته نوشته های گرانقدر و پرارج رو صحیفه گفتند، چنانچه خود قرآن رو هم صحیفه گفتند و یا صحف ابراهیم کتابی که از حضرت ابراهیم باقی است او رو هم صحیفه گفتند. صحایف اسرار الهی، اسرار الوهیت صحیفه ها و نوشته هایی دارد و معارف نامتناهی حضرت حق دفاتری دارد که این مثنوی در حقیقت شامل همان موارد است. و اوست اصول اصول دین. در ابتدای مثنوی که همه حتما ملاحظه فرموده اید به لفظ عربی حضرت مولانا در مقدمه‌ای که برای هر یک از دفاتر مثنوی، برای هر یک از دفاتر ششگانه مثنوی حضرت مولانا حدود یک صفحه و چندین سطر شرحی از آن دفتر رو داده است و در همان دفتر اول خود می فرماید و هو اصول و اصول و اصول دین فی کشف اسرار الوصول و الیقین، که ایشان این رو این همان شکل منتها به شکل فارسی آوردن. و اینکه مثنوی اصول 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 دین است بسیار حرف شگرفی است، حرف شگفتی است و بسیار عظیم است و باز هم شاید چندین جلسه بخواهد تا اینکه بتوانیم این رو شرح کنیم. اما آن است که ما اصول دینی که میشناسیم در برابر فروع دین که همه میدانیم و اصول دینی که ما در پنج مورد میدانیم، توحید و نبوت و امامت و عدل و معاد، این اصول دین خود اصول دین است که گفته شده. مولانا میگوید این مثنوی که من دارم، این مثنوی که انوار الهی از آن مکتشف میشود، اصول 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 دین است. یعنی آن اصول دینی که هست و ما باهاش آشنا هستیم یک اصولی دارد، به یک اصلهایی برمیگردد و همان اصول اصول خود به یک اصول دیگری برمیگردد. و این در حقیقت عظمت این کتاب عظیم رو میرساند که انصافاً قابل قیاس با هیچ کتابی در جهان نیست و این رو غیر از قرآن، دون القرآن دیگر کتابی به اندازه مثنوی آنچه من که بزرگان گفتند واقعا در این حد نبوده است که بتواند در این کلمات موجز و در این عبارات خلاصه بتواند اصول 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 دین رو بر ما باز بتواند. این اصول 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 دین است که کارش کشف اسرار وصول، اسراری که برای رسیدن به خداوند است این اسرار رو برای ما میگشاید، کشف میکند و یقین به وجود حضرت
خداوندگار است و اوست نصوص ارباب خصوص. ارباب خصوص یعنی صاحبان خصوصیت های خاص و یعنی اهل مردم خاص. ما معمولا به سه قسمت تقسیم می کنن عرفا مردم رو: عوام، خواص و خاص الخواص. این مثنوی مربوط به خواص است و البته عوام از آن بهره ای نمی برند و الان خود خواهد گفت در این ابیات. نصوص، نص آن چیزی که نوشته شده است. نصوص ارباب خصوص یعنی نص ها و نوشته هایی است این مثنوی که برای خواص نوشته شده است، نه برای عوام، و عوام البته از درک آن عاجز خواهند ماند و اصلا نباید برای عوام این مثنوی رو خواند. بعضی ها، بعضی از عرفا حرام می دانستند خواندن مثنوی رو بر عوام. برای عوام کله و دمنه و چیزهای دیگر بخوانید، برای عوام اشعار دیگر، اشعار زیادی هست، از آنها بخوانید، ولی برای عوام مثنوی رو نخوانید، چون نه متوجه خواهند شد و نه البته توجه که نکردند تعبیر بدی از آن خواهند داشت، تعبیر نامناسبی از آن به دست خواهند گرفت. چون هر سخنی سطحی دارد و نبایستی هر سخنی رو در هر جایی بیان کرد. مثنوی کار عوام نیست. آشنایی با مثنوی و خواندن مثنوی و درک عبارات بسیار عظیم مثنوی کار عوام نیست. عوام هم منظورمان نه کسی که بی سواد است، ممکن است یک کسی دکترای ادبیات هم داشته باشد اما محرم اسرار مثنوی نتواند باشد و جزو عوام در حساب بیاید. منظور از عوام، عوام عرفانی است، آنها که از عوالم عرفانی و از تجربیات عرفانی دور هستند، آنها هرگز نخواهند توانست که این مطلب رو درک بکنند، مگر اینکه اندکی به زعم خود و به گمان خود پیش بروند. و به خاطر همین است که شما میبینید خیلی مبارزه های عظیمی شکل گرفته است با این مثنوی. در کشور ما و در شهر ما زمانی بوده است که این مثنوی رو با ماشه جابجا می‌کردند، چون اون رو نجس می‌دانستند و فکر می‌کردند که این چون کتب از کتب زاله هست و گمراه کننده هست، بنابراین نجس است و بایستی این رو حتی با آب کشیدن هم این پاک نخواهد شد و بایستی این کتاب رو در آتش سوزاند. بارها مثنوی های سوزانده شده اند، مثنوی های در چاه های خلاها ریخته شده اند در این شهر که برای اینکه اونها رو نجس می دانستند. دقیقا علتش این است که این کار عوام نیست و عوام رو از مثنوی بهره ای نیست و هر کس که نتواند درک عمیقی از مثنوی داشته باشد البته از عوام شمرده خواهد شد و بنابراین کتاب او کتاب مثنوی نیست. کتاب های بسیاری هست که برای عوام نوشته شده و همه می توانند از آن بسیار خوب استفاده کنند. نصوص ارباب خصوص، این برای خواص اهل عرفان است این کتاب، و جواهر اسرار فصوص و اسرار فصها و دردانه های حقیقت رو این جوهر آن و اصل آن و اساس آن است. زاد طریق سالکان، آنهایی که سلوک عرفانی دارند، زاد و پشتوانه و دقیقه توشه راه سالکان طریق عشق و حقیقت است، و رفیق تحقیق صادقان. و کسی اگر بخواهد صادقانه به حقیقت دست پیدا کند، این رفیق او خواهد بود و در هر مسئله ای از مسائل مهمی که در ذهن انسان ها هست، مولانا نظری داده است و به طور کلی
نظرات بسیار شگرف و بسیار مستحکمی در همه میتوان گفت در همه مسائل بیان کرده است و ما میتوانیم تمامی آن افکاری که وجود دارد ما این افکار رو به راحتی از این مثنوی به دست بیاوریم و چیزی نیست که ما قسمتی از نظرات مولانا را بدانیم قسمت دیگر رو درباره موضوعی ندانیم. یک دستگاه کامل فکری است. این رو تأکیداً عرض می‌کنم که مثنوی یک دستگاه کامل فکری است. دستگاه کامل تفکر و اندیشه است. یعنی اگر بخواهد انسان اندیشه‌اش رو سر و سامان بدهد و تفکراتش رو به مسیر تحقیق برساند، البته مثنوی بسیار راهگشا خواهد بود. اذاقنا الله رحیق الحقایق، خداوند بچشاند بر ما آن شراب حقایق رو به برکت اسرار، به برکت اسرار این مثنوی، به برکت اسراری که این مثنوی حاوی آن است، خداوند شراب حقیقت رو بر ما بچشاند و با شعله های انوار او و پاره های نور این مثنوی قلب های آنهایی که طلب استفاده می کنند رو پر نور و نورانی کند. به نبی و آله به واسطه و به لطف حضرت نبی صلوات الله علیه و آل طیبین و طاهرین او. البته متنش متن این آسان است و ما می توانیم بهره بجوییم. هر دکانی را سودای دیگر، هر دکانی را سودای دیگر. مولانا اینجا می فرماید که هر کسی دکانی باز کرده است، هر کسی مدرسه‌ای باز کرده است، هر کسی که در دکانی سر و کار دارد. شما می روید مثلا در بقالی، خب معلوم است که چه در آنجا انتظار دارید. وقتی می روید در دکان مثلا لوسر فروشی، اونجا می دانید دکان فرش، همه متاعشون رو گذاشتن. جهان اصلا پر از دکان است، چه دکانهایی که ظاهرا دیده می شود، چه دکانهایی که در همه جا وجود دارد. این دکانها هر کدام کالایی رو عرضه می کنند. دکان معلمین مثلا، معلم شیمی در دکانش شیمی تدریس میکند، معلم فیزیک، معلم ریاضی، معلم حتی دین. میگوید که هر دکانی را سودای دیگر، یک خرید و فروش دیگری دارد. هر دکان یک بدبستانی دارد، یک چیزی میدهد و چیزی میستاند. هر دکانی را سودای دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. همین فقر است که مولانا در مثنوی توضیح داده است که منظور از این فقر چیست. بعضی فقر رو بد می دانند. بله، فقر از یک دیدگاه بد است. کاد الفقر و ایجکون کفرا. حضرت علی فرمود که نزدیک است که فقر تبدیل به کفر شود. این فقر منظور فقر مادی و فقر عوام است. اما فقر خواص با فقر عوام البته بسیار متفاوت است و فقر خواص با فقر خاص الخواص بسیار تفاوت دارد. اینها رو نبایستی با هم درآمیخت. مهمترین روشی که در تحقیق هست، ما باید بدانیم که این سخنی که مولانا میگوید در چه سطحی است. آیا در سطح عوام است یا در سطح خواص است یا در سطح بالاتر از هر دو اینها در سطح خاص الخواص است. اینجا دکان فقر، فقر عوام البته بد است. عوام اگر فقیر باشند به زمین و زمان بد و بیراه خواهند گفت و اساسا از زندگی سیر خواهند شد. این فقر البته بد است. کاد الفقر ایکون کفرا. اما حضرت رسول در یک بعدی بالاتر، در بعد خاص و خواص، فرمود الفقر و فخری. فقر فخر من است، من به فقرم افتخار میکنم. حال
این دوتا رو اگه کنار هم بگذارید، کسی که اهل تحقیق نیست میگوید اینها متناقض است با هم. یکی میگوید که فقر ممکن است به کفر بیانجامد، یکی میگوید فقر فخر من است. پس این چیست؟ بله، فقر در سطح پایین به کفر میانجامد، در سطح بالاتر در سطح خواص و خاص و خواص البته بسیار ممدوح و زیباست. این رو باز عوام درک نمی کنن که چگونه فرق می تواند زیبا باشد. این رو عوام نمی تواند درک کند، بایستی یک مراحلی رو گذرنده باشد از علم و تجربه تا اینکه بداند که چگونه می شود که فقر فخر یک انسان باشد و فقر انسان رو به دارایی های بسیار عظیمی برساند. هر دکانی را سودای دگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر، مثنوی ما دکان وحدت است. این فقر یعنی چه؟ فقر از همه چیز. وقتی انسان فقیر شد و مفتقر الالله شد، از هر چیز که بود گذشت و فقیر الالله بود، در این صورت فقط به خدا پناه خواهد برد و آن وقت است که دکان وحدت خواهد بود، دکان توحید خواهد بود، که مولانا میگوید هر کس مثنوی مرا باز کند باید از آن فقر و توحید به امانت و به بشارت ببرد. مثنوی ما دکان وحدت است. ما در اینجا وحدت میفروشیم. هر کس اهل وحدت است، اهل توحید حقیقی است، بیاید و در بازار ما البته سر و روی به جنباند و در بازار ما حرکتی کند. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. میگوید هرچه که غیر از واحد، غیر از احد، غیر از حقیقت وحدانیت ببینی آن بت است. هرچه که اینجا گفته شده است، مثال هایی که زده شده است، همه در راستای بحث توحید است و وحدت و البته وحدت وجود که قبلا بحث کرده ایم. آب حیوان خان، مخان این را سخن. این مثنوی سخن نیست، گویا که به شکل سخن و به شکل کلمات در کنار هم آمده است. شعر هم نیست، گویا که به شکل شعر و کلمات موزون و با اوزان و اوزان عروضی و رعایت قوافی و ردیف ها به سامان رسیده است. اما آب حیوان است، آب حیات است. کسی که از این مثنوی بنوشد و بخورد، البته به آب حیات و به نعیم جنات دست برده است. آب حیوان خان، مخان این را سخن، روح نو بین در تن حرف کهن. این سخنانی که گفته شده است همه کهن است، اما روح نو رو در بین اینها به دست بیاورد. قابل این گفته هاش و گوش دار، قبول کننده این سخنان باش. با مثنوی انکار نکن، بلکه مثنوی رو با تمام وجود بپذیر. قابل این گفته هاش و گوش دار، تا که از زر سازمت من گوشوار. اگر به اینها گوش کنی، من از طلا گوشواره های حکمت رو بر تو ارزانی خواهم داشت. حالا با این گوش و آن گوشوار، گوشوار ظاهری، اینجا باز هم هیچ از ظاهر سخنی نیست، گوشوار ظاهری نمیگوید. گوشوار یعنی چه؟ یعنی چیزی که به گوش آویزان میشود. ما در جای دیگر میگویم این رو آویزه گوشت کن. واقعا که این سخن رو، سخن که آویزان نمیشود به شکل ظاهر، اما می تواند آویزه گوش باشد، یعنی همیشه در گوش هوش من قرار می گیرد و هرچه که می بینم در گوش هوش من، هر لحظه در گوش من آن سخنگو سخن می گوید. در گوش داشتن و گوش هوش داشتن این است که انسان یک پندی رو در ذهن خود انقدر نگه دارد که هر لحظه خود از گوش خود بر خود این رو برخواند. قابل این گفته هاشو گوش دار، تا که از زر سازمت من گوشوار. ما تو خود را در سخن آغشته ایم، که از حکایت با حکایت گشته ایم.
یا در نسخه های دیگر اینجوری هست که ما چو خود را در سخن آغشته ایم که از حکایت خود حکایت گشته ایم. میگوید آنچنان در این سخن ها ما رفته ایم، روح ما، روح مولانا در این سخنان موج میزند. اگر کسی روح پرفتوح حضرت مولانا را بداند، در لابلای این سخنان روح او موج میزند و او را دقیقه میتواند درک کند. ما چو خود را در سخن آغشته ایم، ما خودمون را در این مثنوی آغشته ایم و هر کلمه آن و هر جمله آن و هر بیت آن نمادی از روح پرشور مولاناست. که از حکایت خود حکایت گشته ایم، ما انقدر خود حکایت گفته ایم در این مثنوی، بیش از 800 حکایت در اینجا به شکل در مثنوی به طور کامل گفته شده است و صدها حکایت دیگر به شکل اشاره‌ای آمده است در مثنوی. میگوید انقدر این حکایت عشق رو گفته ایم که خود ما تبدیل به حکایت شده ایم. این حکایت نیست پیش مرد کار، این حکایت هایی که میگویم شیر آمد و خرگوش آمد و خرگوش شیر رو به سر چاه برد، یا زرگری که مثلا عاشق شده بود، اینها حکایت نیست، اینها رو باید با گوش هوش شنید و در غیر آن صورت برای آنها هیچ بهره ای نیست. این حکایت نیست پیش مرد کار، وصف حال است و حضور یار غار. این حکایت هایی که میگه اینها وصف حال من است و همچنین است. شما هیچ، شاید بتوان گفت هیچ حکایتی و قصه ای و داستانی در مثنوی نمیبینید که به شکل اولیه آن مطرح شده باشد. همیشه مولانا آمده از همه داستان ها را بلا استثناء به زعم خود عوض کرده است و از آن بهره های دیگری گرفته است. ممکن است این حکایت ها در جاهای دیگر هم در جوامع الحکایات غالب این حکایت ها هست. مرحوم فروزانفر این حکایت ها و تمثیلات رو جمع کرده است در آن کتاب بسیار ارزشمند خود. خدا ایشان را هم رحمت کند، بسیار انسان بزرگی بوده است و در مثنوی و دیوان شمس بسیار زحمت کشیده است و یادی از آن دقیقت عالم و دانشمند بزرگ حتما باید در جلسات مثنوی باشد. مرحوم استاد فروزانفر آمده است و احادیث رو جمع کرده است، روایت ها رو جمع کرده است، آیات رو از اینها برگزیده است و به نسبت اینها در کنار آن آورده است و از جمله تمامی حکایات و تمثیلاتی که در مثنوی هست غیر از اندکی که دسترسی نداشته است و خود می‌فرماید که من به اینها دسترسی نداشتم آورده است و در کتابی در دسترس همگان هست و دوستان عزیز می‌توانند به آن مراجعه بفرمایند. اینها که هست وصف حال است و حضور یار غار. لا تخف ان الله معنا، وقتی که آن دو یار غار در غار بودند به کی می‌ترسید؟ خدا گفت که لا تخف، نترس، ان الله معنا، خداوند با ماست. آنچه میگویم به قدر فهم توست، بسیار زیباست. آنچه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. خب همه میدانیم بزرگترین مشکل و بزرگترین درد و رنج و غمی که بزرگان داشتند، بزرگانی که از سطح جامعه بسیار فراتر رفته بودند، این بود که عوام مردم سخن اینها رو درک نمی کردند. نه تنها درک نمی کردند بلکه تعبیر بدی از آن داشتند. مگر حضرت علی رو کسی فهمید، کسی درک کرد؟ مگر حضرات ائمه معصومین رو، مگر پیامبر رو، سخنان ایشان رو کسی فهمید که حالا بیایند و سخنان مولانا را بفهمند؟ آنچه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است. من که اینها رو میگم، این مکررن بعضی مسائل رو، مسائل توحید رو مکررن میگویم. آنها که ملولن که اونها دیگه بیچاره شدن، من هم که دارم عمرم رو سر این میگذارم. در حقیقت
ایشان حدود 14 سال از عمر گرانبهای خود رو بر سر مثنوی نهاده است. برای هر دفتر حدود 2 سال و 2 سال هم که دوران فترت بود بین دفتر اول و دفتر دوم. بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است. حال ممکن است که من چون دارم حقایق رو میگم عمر من هم مکرر میشود. وقتی که ما سخنان مولانا رو میخوانیم و درک میکنیم، در حقیقت یعنی مولانا زنده هست و عمر او مکرر میشود. هرگاه که ما این حکایات و این سخنان را بخوانیم، در حقیقت عمر او مکرر می شود، او دوباره زنده می شود و حقایق رو بر ما بازگو می کند. شاخه های تازه مرجان ببین، میوه های رسته از آب، میوه های رسته زاب جان ببین. این میوه هایی که من به شما می دهم، میوه های دیگر از آب و خاک است، اما اینجا از خاک نرویده است، اینها از مرجان رویده اند. بسیار زیباست. این سخنانی که من میگویم از مرجان، از لعل و در و جواهر رویده است. آبش چیست؟ آب جان است، آب روح است، آبی است که من با خودم این رو آوردم و وجود خود رو در اینجا نهادم. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی آید روان. همچنان که کودک باید بمکد تا از سینه مادر شیر گوارا بیرون بیاید، میگوید شما هم باید مکنده و کشنده باشید. اگر کشنده نباشید، اگر به شکل عادی با این مثنوی برخورد کنید، البته راه به جایی نخواهید. و این کشندگی هم برای مولانا بسیار بارز بوده است. میدانید که حضرت حسام الدین چلبی کسی بود که کشنده خوبی بود، کشنده بود که می توانست آن عظمت رو از وجود مولانا بکشد و آن شیر جان رو و شیر جان پرور رو در کام ماها بنشاند. ما چنانچه مدیون مولانا هستیم، مدیون حضرت شمس تبریزی هستیم، مدیون حضرت حسام الدین چلبی هم البته هستیم. اگر ایشان نبود، این مثنوی وجود نداشت و ما از این همه معارف عظیم البته بی بهره بودیم. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی آید روان. گر سخن کش یابم اندر انجمن، صد هزاران گل برویم در چمن. جلسه من سخن کش بیابم. مولانا دو جور آدم رو میگه، یکی سخن کش، یکی سخن کش. کسی که سخن میکشد یعنی فرد تشویق میشود با نگاه خود، با دریافت خود، با درک خود، به قول ما معلم ها با فیدبکی که بیرون میآید و نتیجه‌ای که میگیرد، در این شرایط میتواند آنچه را که در دل اوست او رو مطرح کند. اما با سخن کشنده طرف بودن بسیار امر عجیبی است. کسی که سخن رو میکشد، چه کسی سخن رو میکشد؟ کسی که قدر سخن را نمیداند و سخن رو فهم نمی کند. مردم اندر حسرت فهم درست، یعنی این که اگر فهم درستی باشد آن سخن کش نیست، بلکه سخن کش است و میتواند سخن رو از آن مبنای خود و از آن مجرای خاص خود بکشد و در جان خود فرو ریزد. گر سخن کش یابم اندر انجمن، صد هزاران گل برویم در چمن. برویانم، منظور برویم یعنی صد هزاران گل در چمن میرویانم. ور سخن کش یابم، ای زن به مزد، میگریزد نکته ها از دل چو دزد. اگر من سخن کش بیابم، با کسی باشم که سخنها را بمیراند، آنگاه این نکته های عظیمی که من میخواهم بگویم مانند دزد از دست من فرار میکند، چرا که نمیخواهد در آستین افکار هر کسی قرار گیرد.
گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز می ماند رسول. خیلی زیباست. می گوید که اگر هزار نفر در یک جلسه باشند، هزار نفر طالب سخن رسول باشند، طالب سخن نبی باشند، اما یک نفر در بین اینها ابو جهلی، ابو لهبی، یک نفر در بین اینها جاهلی باشد و ملولی باشد، آیا تصور می‌فرمایید که نبی سخن خواهد گفت؟ ثابت شده است نه، نبی سخن نخواهد گفت، تا اینکه آن یک نفری که اهل نیست و اهل حقیقت نیست، یا جلسه را ترک کند، یا اینکه به گونه دیگری در جای دیگری بتوانند جمع شوند. و این نکته بسیار مهمی است که گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. هر کسی و هر سخنی رو در هر جا نمیتوان گفت. و قدما، حکمای قدیم و فلاسفه قدیم، فیلسوفان اسلامی قدیم، حکمت رو و گفتن حکمت و دانش حکمت رو بر غیر و بر غیر اهل خود حرام میدانستند و میگفتند که نباید به اینها فلسفه آموخت، همچنان که عرفان رو برای غیر اهل خود حرام میدانستند و حرام میدانند که نبایستی این سخنان را به غیر اهل گفت. این رسولان ضمیر راستگوی، مستمع خواهند اسرافیل خوی. این رسولان که هستند، این کسانی که آمده اند تا حقایق رو بیان کنند و حقایق رو مطرح بکنند، اینجا اسرافیل خوی مستمع میخواهند. حضرت اسرافیل که میدانید اون سور اسرافیل و مشهور است که در سور دوبار در سور خواهد دمید و آن به هر سنت اسلامی در آنجا مباحثی دارد که فعلا بحث ما آن نیست. این که مانند اسرافیل گوش کند، اسرافیل در حقیقت دعاهای مردمان رو گوش میکند و به عالم بالاتر انتقال میدهد. نخوتی دارند و کبری چون شهان، چاکری خواهند از اهل جهان. تا ادبهاشان به جاگه ناوری، از رسالتشان چگونه برخری. کی رسانندان امانت را به تو، تا نباشی پیششان را که دو تو. نیگدایانند که از هر خدمتی، از تو دارنده مزور منتی. لیک با بی رغبتی های ضمیر، صدقه سلطان بیفشان با مگیر. خب میگوید که پیامبرانی که هستند، پیامبرانی که آمدند و اولیای الهی که هستند، باید ناز اینها رو نکشید. اینها نخوت دارند و کبر دارند. حال خواهید فرمود خب مگر کبر بد نیست؟ نه، کبر هم خوب است هم بد است. کبر برای کسی که نباید متکبر باشد البته بد است، اما کبر برای اهل کبریا خوب است و باید کبر داشته باشد. باز این همان سطح عوام و خواص است. به عوام میگوین کبر نداشته باش، غرور نداشته باش. البته کبر با غرور فرق میکند. کبر ممدوح است و غرور البته مذموم است. غرور یعنی فریفتن. این دو هرگز به یک معنی نیستند، گرچه در زبان عوام به یک معنی به کار میبرند. بحث ما در کبر است نه غرور. کسی که کبر دارد، آیا خداوند کبیر است؟ بله. خداوند متکبر است؟ بله. از اسامی خداوند تکبر است، متکبر است، هو المتکبر. از هزار اسم خداوند یکی متکبر است. خب حال کبر خوب است یا بد است؟ کبر از آن که میتواند کبیر و متکبر باشد بسیار ممدوح است و باید هم باشد. کبر از من بد است که من کبریایی ندارم و وسیله کبر ندارم. من بخواهم کبر بکنم چه باید بکنم؟ نه قدرتی دارم، من چیزی ندارم که به وسیله آن تکبر کنم. بنابراین کبریا و تکبر برای خداوند هیچ بد نیست و برای اولیای الهی هم بد نیست. چنانچه حضرت علی تکبر کرد، فرمود که
به خدا سوگند که من به راه‌های آسمان‌ها آشناترم به راه‌های زمین. مگر این تکبر نیست؟ مگر این تکبر نیست که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از آن که مرا نیابید. پس کبر چیست؟ اینها بزرگترین تکبرهاست و بزرگترین کبریایاست. اما از علی ممدوح است. چرا؟ چرا که در دامان کبریای الهی نشو نما کرده است. او بایستی تکبر کند و اصلا چون الوهیست، چون خداییست، خداگونه هست، بایستی تکبر کند و پیامبران الهی باید تکبر کنند. او این که در مقام مواجهه با مردم تواضع داشته اند، اما اساسا بایستی اینها تکبر کنند. چرا؟ چون متصلند به کبریای الهی، متصلند به جبروت، به کبریایی و عظمت خداوند. اللهی که اکبر است، او اجازه داده است که اولیای او، فرمود اولیایی تحت قبایی، اولیای من تحت قبای من هستند، به اینها از کبر خود به اینها داده است. یعنی خداوند گاه از قدرت خود، از کبر خود، از صفات خود به اولیای خود میدهد و میبخشد. خب میگوید نخوت دارند، کبری دارند مانشان، این پادشاهان زمایر انسان ها، پادشاهان جان، انبیای ازان و اولیای بلند مرتبه، اینان کبریایی دارند مانند خداوند. نخوتی دارند و کبری چون شهان، چاکری خواهند از اهل جهان، تا ادبهاشان به جاگه ناوری، از رسالتشان چگونه برخوری. اینها باید ادب کنی، بایستی تواضع کنی. اگر تواضع نکنی به رسول، از او چیزی به دست نخواهی گرفت. انسان مگر میتواند از یک معلم بدش بیاید و سخن او رو گوش بکند؟ مگر انسان میتواند از یک استاد بدش بیاید و از او کار یاد بگیرد؟ مگر چون این چیزی ممکن است؟ علم با محبت و عشق همراه است. و اکنون چرا ما در میان جوانانمان علم آنچنانی نداریم، علم خیلی قوی نداریم؟ به خاطر این است که جوانان ما جور استاد نمی کشند. به خاطر این است که جوانان ما در برابر اساتیدشان تواضع نمی کنند. دانشجویان ما رفتارشون رو در برابر اساتید خود بلد نیستند، چه برسد به دانش آموزانی که در برابر معلمینشان چگونه رفتار کنند. مرتبه اول علم تواضع و خشوع کامل هست در محضر استاد، تا انسان این تواضع رو نکند و کبریایی استاد رو بر جان نخرد، چیزی نخواهد شد و البته به جایی نخواهد رسید. همه آنهایی که به جایی رسیدند جور استاد بردند. تا ادبهاشان به جاگه ناوری، از رسالتشان چگونه برخوری، کی رسانندان امانت را به تو. خب وقتی احساس همانندی و هماهنگی نمی کنند، این امانت ها را چگونه می خواهند به تو برسانند؟ تا نباشی پیششان را که دوتو، را رکوب کننده و دوتو باشی، یعنی تا بشی قد الف در برابر استاد با قیافه خاص و با جبروت ایستادن، نشانه جهل محض است، نشانه نادانی کامل است. اگر میخواهی که چیزی یاد بگیری، بایستی که تواضع کنی و دوتو باشی، در حضور او رکوع کنی، تا اینکه او به تو به چیزی بدهد به تو که تو آن رو نداشته ای، وگرنه نخواهد شد. نیگدایانند که از هر خدمتی از تو دارنده مزور منتی. تصور نکن که اینها مانند گدایان، انبیا و اولیا مانند گدایان به تو کاری که میکنند، به تو درسی که به تو میدهند و سخنی که برای تو بازگو میکنند، از آن منتی دارند و از شما چیزی میخواهند. نه، چنین نیست. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بگو ای رسول، من هیچ اجری در برابر این نمیخواهم، فقط متواضع باشید، دوتو باشید، راکع باشید در برابر رسول و سخن او رو به گوش جان بشنوید
در عوض او هیچ از شما نمیخواهد، هیچ از شما نمیخواهد الا المودت فی القربا، مگر مودتی در میان خیشان و نزدیکان. البته امت آن حضرت هم چه خوب مودت قربا رو مع الاسف به جا رساندند و مودت قربا رو به محل خود نشاندند. لیک با بی رغبتی های ضمیر صدقه سلطان بیفشان وا مگیر. دیگه اگه وقتی نمیخواهی، بی رغبتی، بی رغبتانه دنبال سخن عاشقان و عارفان مباش. در بیان آنکه عاشق به واسطه ملالت مستمع ترک سخن نگوید، در بیان آنکه عاشق به واسطه ملالت مستمع ترک سخن نگوید و به سبب انکار منکران طریق خاموشی نپوید. خب یک طرفش رو گفت که شما باید تواضع کنید و البته بایستی قبول، با نظر قبول و با دیده قبول به حقایق بنگری. اما کسی که عاشق خداوند است و کسی که آمده است از معشوق سخن بگوید، چه مردم گوش کنند چه گوش نکنند، او سخنش رو از معشوق خواهد گفت. وقتی مجنون میخواهد از لیلی سخن بگوید، مگر گوش کردن دیگران برایش مسئله ای هست؟ هیچ کس نباشد، او با زمین و زمان، با آسمان و خاک سخن خواهد گفت و جذبه های لیلی رو به آنها بازگو خواهد کرد و در آتش عشق لیلی خواهد سوخت. در بیان آنکه عاشق به واسطه ملالت مستمع آنکه میشنود، اگر ملول باشد، خسته شده باشد، خوابش بیاید، در این صورت ترک سخن نمیگوید و به سبب انکار منکران طریق خاموشی نگوید. یک عده که انکار میکنند حقایق رو، در برابر اونها خاموش نمیشود و چون در گفتن مأمور من عند الله است، چون مأمور است از جانب خدا، مأموریت دارد که برساند. رسولان همه مأموریت دارند که سخن خدا رو برسانند، جز رساندن چاره ندارد، خواه کسی متابعت کند و خواه نکند. و ما علی رسول الا البلاغ المبین کما اشار قدس سره. خب آیه هم فرمود که ما علی رسول الا البلاغ المبین، برای پیامبر نیست مگر بلاغ، رساندن آشکارا. پیغمبر آمده است تا آشکارا با مردم سخن بگوید، چه ایمان بیاورند چه ایمان نیاورند. مشهور است که حضرت نوح علیه السلام 900 سال مردم رو دعوت کرد، حتی در یک سال یک نفر به او نگروید. یعنی که اگر در هر یک سال یک نفر به او میگروید، 900 نفر لااقل وجود داشتند. حکایاتی که میکنن از 40 نفر هست تا 80 نفر و 100 خورده، بالاترین درجات این هاست. یعنی از هر 10 سال یک نفر هم به ایشان، هر 10 سال دعوت ایشان رو یک نفر پاسخ مثبت نداده است. اسب خود ران ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. اگر انسانی که عاشق است در ملولان، آنهایی که حال و هوای عشق ندارند و عاشق نشده اند و نمیخواهند عاشق باشند، اگر بخواهد عاشق به امید اینها بنشیند که باید عشق رو البته سر برید، در مسلخ ملالت باید عشق رو از بین برد. اسب خود ران ای رسول آسمان، تو رسول آسمان هستی ای پیغمبر اسلام، اسب خود رو بران و تک و تا کن. در ملولان منگر و اندر جهان، در این جهان نگاه نکن که این جهان لایق سخنان تو نیست. فرخان ترکی که استیزه نهد، اسبشن در خندق آتش جهد. خوشا به حال آن ترک. ترک دو معنا دارد در ادبیات، یکی ترک به معنای مطلق زیبارو و
کسی که بسیار زیبا رو هست مطلقاً اگر در ادبیات فارسی بگن ترک یعنی زیبا رو، یعنی بسیار زیبا. و یکی هم ترک به معنای جنگجو، این هم البته ارتباطی دارد، چون کسی که بسیار زیبا رو هست جنگ رو آغاز می کند با عاشقان خود و با کسانی که او رو می بینند، چون او اونها این رو می خواهند و او از آنها دوری می کند. از این جهت یک جنگیست بین طلب، طالب و مطلوب. فرخان ترکی که استیزه نهست، استیزه ستیزیدن یعنی جنگیدن، مبارزه کردن. اسبشن در خندق آتش جهد. خب قدیم ها خندق هایی می ساختن، گاه آبی در آن روا می کردن و غالبا هم آتش روشن می کردن که سواران دشمن نتواند حرکت کند و نقطه اوجی که داشته از سواری از یک جا حرکت کند 4-5 متر بیشتر نمی توانست بپرد، بنابراین در آتش می افتاد و به این واسطه حمایت می کردن از قلا و امکنه رزمی. فرخان ترکی که استیزه نهد، اسبش اندر خندق آتش جهد. گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان. آنهایی که اسب سواری کردن می دانند که اسب را گرم می کنند، اول یه مقدار یورتمه می برند، یه مقدار با او حرکت می کنند و بعد از آن وقتی که گرم شد که بتواند جهش های عظیم کند، حرکت های سریع داشته باشد، آن وقت است که آماده می شود. گرم گرداند فرس، فرس هم یعنی اسب مطلق است. گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان. اسب که باید روی زمین بدود آنچنان گرمش می کنه که گویا این اسب می خواهد بپرد و در اوج آسمان برود. چشم را از غیر و غیرت دوخته، همچه آتش خشک و تر را سوخته. گر پشیمانی رسد منعش کند. کسی بیاد پشیمان بکنه که نرو، آنجا خطر است، آنجا جنگ است، سر از بدنت جدا خواهند کرد، ولی این راه عشق رو دارد می رود، این سرباز راه عشق است. به این سخنان مگر پای از رکاب در می کشد؟ مگر مهار اسب رو رها می کند؟ او عاشقانه به سمت آسمان عشق در حرکت است و گرم خو و گرم تا و گرم تک حرکت می کند با گرما و حرارت عظیم عشق. این اسب رو به هماوردگاه عشق می رساند. گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان. چشم را از غیر و غیرت دوخته، همچو آتش خشک و تر را سوخته. گر پشیمانی رسد منعش کند، آتش اول در پشیمانی زند. وقتی کسی آمده پشیمان کنه از رفتن در راه عشق، اول این خود پشیمانی را آتش میزند. خیلی زیباست از نظر ادبی، اول خود پشیمانی را آتش میزند تا دیگر او نتواند پشیمانش کند. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. میگه خود پشیمانی خیلی زیباست، پشیمانی خود عقل دارد، پشیمانی خود میفهمد، پشیمانی جان دارد، میفهمد که سراغ چه کسی بیاید و سراغ چه کسی نیاید. پشیمانی سراغ کسی می آید که سست عهد و سست عنصر باشد، وگرنه کسی که عزم جزم کرده است و اراده پولادین و قوی خود را به کار بسته است، پشیمانی با او کاری نداره. از اصل این پشیمانی نمی روید، از اصل این پشیمانی به وجود نمی آید که انسانی بیاید و پشیمان شود از اینکه من چرا راه عشق رو رفت. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. راز جز با رازدان انباز نیست. انباز یعنی شریک همراه. راز جز با رازدان انباز. راز خیلی زیباست، این مختص مولاناست این سخنان. شما میبینید که به پشیمانی شخصیت میدهد، میگوید پشیمانی خود میفهمد. اینجا به راز هم مولانا شخصیت میدهد. راز شخصیتی دارد، راز یک شخص و هویت معینی دارد. میگوید این راز
تنها سراغ چه کسانی می رود؟ سراغ رازدانان می رود. اونهایی که غیر باشند و رازدان نباشند سراغ آنها نخواهد رفت. پس اگر می خواهیم رازهای الوهیت و اسرار لاهوتی بر ما روی کند، باید رازدان باشیم، رازها را بدانیم، راز را بشناسیم. راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. کسی که میخواهد انکار کند، قبل از اینکه سخن را شروع کنید انکارش را شروع کرده است. خب اگر به گوش او راز هم بگویی، او راز را نخواهد فهمید و قبول نخواهد کرد، چون راز برای کسی که منکر است راز نیست. لیک دعوت وارد است از کردگار، با قبول و ناقبول را چه کار؟ دعوت آمده است، خداوند فرموده است برسان، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این دستور، برسان آنچه را که به تو نازل شده است. با قبول و ناقبول او را چه کار؟ حال هیچ کس قبول نکند، برای پیامبر مسئله ای نیست که ابو جهل قبول نکند، ابو لهب قبول نکند و فلان و فلان قبول نکنند، هیچ چیزی از ماهیت حقیقت کم نمی کند. نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود. هر اوایل بازم یه عده ایمان آوردن، بعد اونها هم کنار کشیدن دیگه، تا آخرش گفتن این پیر شد، این همه سال رفت، باز هم میبیند که هیچ کس به او ایمان نمی آورد، باز هم حرفاشو داره تکرار میکنه. هیچ از گفتن عنان واپس کشید؟ آیا نوح از گفتن و از سخن راندن کنار کشید؟ نه. هیچ اندر غار خاموشی خزید؟ رفت خاموش بشه، بگه خب اینا که دیگه گوش نمی کنن به حرف من برم تو خونم بشینم دیگه؟ نه، همیشه گفت، مسخره کردن گفت. وقتی که داشت اون کشتی رو می ساخت، اون مسخره کنندگان قوم آمدن گفتن عجب کاری می کنین، دیگه ما فکر می کردیم تو حالا یه مقدار کمکی عقلی داری، الان فهمیدیم که اصلا عقل هم نداری. کشتی رو در کنار دریا میسازند، تو چگونه این کشتی رو در وسط بیابان میسازی؟ این چه کاریست؟ دیگر هر آنچه عقل و خردی هم داشتی دیگه به قول من رو خرفت شدی و پیری تو رو گرفتار کرد و آمده این وسط بیابان داری درخت‌ها رو قطع میکنی کشتی میسازی ازش وسط بیابان، این آبش کو؟ و مسخره میکردن، هی میرفتن با یه مشک میآوردن آب میریختن زیر این که این کشتی جدا بشه، از جاش بلند بشه. گفت از بانگ و علالای سگان، هیچ وا گردد زراحی کاروان. الان جواب هاشونو میده. گفت از بانگ و علالا، اوی که میکنن، صدای سگهایی که می آید از دور، و معمولا سگها میان کاروان که عبور میکنه اینها می آمدند و پارس میکردند. گفت از بانگ و علالای سگان، هیچ واگردد زراحی کاروان. آیا کاروان راهشو برمیگرده چون چند تا سگ دارن مثلا او میکنن؟ هیچ وقت بر نمیگردد که. یا شب مهتاب از غوغای سگ، سوست گردد بعد را از سیر تک. تک یعنی رفتن و حرکت کردن، تک و تا رفتن، و همان پا تک و تک هم که تک به معنای حمله از همین است که تک، پا تک یعنی ضد حمله، همان است. تک یعنی حرکت کردن سریع. خب شب مهتاب، معمولا سگ ها شبهای مهتابی او می کنن. خب آیا این اثر می گذارد؟ آسمان و آن ماهتاب و آن ماه راه خودش رو کج می کند؟ نه. یا شب مهتاب از غوغای سگ، سوس گردد بعد را از سیر تک. مه فشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر خلقت خود می تند. مشهور است دیگه این مسئله که همه شنیده ایم، مه فشاند نور و سگ
او کند، سگ او می کند، ولی ماه نورش رو از زمینیان بر نمی گیرد. هر کسی بر خلقت خود می تند. ماه برای این ماه است که نور برساند در شب تیره و در ظلام تیرگی عقاید و افکار، در تیرگی و در شبی که عشق در آنجا حضور ندارد. ماه وظیفش نور افشاندن است و وظیفه سگ هم او کردن است. هر کسی در جایی کاری رو بر عهده گرفتند. وظیفه انبیا و اوصیا و اولیای الهی دعوت کردن است و وظیفه منکران با آنها مخالفت کردن است. چون که نگذارد سگان بانگ و علم، من مهم سیران خود را کیهلم. ماه با خود میگوید که اگر او سر و صدای خود رو کم نکند، علالایش را متوقف نکند، من ماه هستم، من با او نسبتی ندارم، من در اوج او هستم، آن سگ در روی زمین گرفتار است، من ماه آسمان هستم، مگر من میتوانم نور افشانی نکنم؟ سیران خود رو کی با میهلم، کی می نهم و کی از سیر خود دور می شوم؟ چون که سرکه سرکگی افزون کند، مرشکر را واجب افزون می بود. خیلی مثال زیبای دیگر می فهمد. می گوید که شما می خواهید سرکنگبین یا سرکه و انگبین، سرکه و عسل می خواهید درست کنید. وقتی سرکه زیاد شد چه می کنید؟ او رو دور می دریزید؟ نه. چه کار میکنید؟ عسلش رو بیشتر میکنید. وقتی کسی آمد و انکار کرد، شما اصرار رو بران انکار زیاد میکنید، عسل رو زیاد میکنید. وقتی کسی آمد علیه حق، حقیقت، علیه خدا سخن گفت، شما سخن عسل رو بیشتر کنید، رو بیشتر کنید. چون که سرکه سرکگی افزون کند، مرشکر را واجب افزونی بود. قوم بر وی سرکه ها می ریختند، نوح را دریا فزون می ریخت بند. مردم سرکه حرفای بد می زدن به نوح و او رو مسخره می کردن، سرکگی زیاد می کردن. آن وقت نوح شکر بودن رو زیاد میکرد، عسلگونه بودن رو زیاد میکرد، شیرینی به اینها میداد. چون قرار نیست که همه در سرکگی خود بمانن، قرار است که شیرینی بر سرکه، شیرینی بر ترشی غلبه پیدا کند. زاغ در رز نعره زاغان زند، بلبل از آواز خود کم کی کند. خب میگوید که زاغ آمده است و در تاکستان قارقار می کند. آیا بلبل باید سخن نگوید چون محفل به دست زاغان افتاده است؟ وقتی کار به دست کلاغان افتاده باشد، آیا بلبل باید سکوت کند؟ نه. آن که سرکگی زیاد می کند، این باید شکر بودن رو زیاد کند، عسل بودن رو اینجا بیشتر کند، بلبل باید بیشتر بخواد. مثال ما مثال امروز ماست. اکنون که بر علیه همه حقایق در همه جا دارن سخن میگویند، وظیفه ماست که حقایق رو بیشتر و شکر رو بیشتر کنیم، وگرنه اگر آن سرکگی ها باشد، آن سرکه ها زندگی بشریت رو مختل خواهند کرد. پیرو پیغمبران شو ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. این طعنه که میزنن و آسیب، طعنه یعنی آسیب‌های زبانی، آسیب‌های روحی، آن طعنه‌هایی که مردم میزنن اینها رو رها کن. بگذار مردم هر چی می‌خواهند بگویند، بگذار عوام هر چی می‌خواهند بگویند. شما کتاب بخوان، شب و روز کتاب بخوان، بگذار آنها که اهل کتاب نیستن بگوین این چقدر می‌خواند، چقدر فلان است و بهمان است. شما خوبی کن، بگذار بقیه بگن این چقدر ساده هست، این چقدر ساده لوح هست که این همه به او بدی میکنن و این داره خوبی میکند. شما خوبی رو بگیرید، شما صلاح و سداد رو پیش بگیرید، بگذار بقیه هرچه میخواهند بگویند.
اگر ما بخواهیم به حرف مردم گوش کنیم که البته کلاهمان پس معرکه است. اون قصه مولانا نصرالدین رو همه شنیدید که برای جوانترها عرض بکنم که ملا با پسرش و خرش داشتن یه جایی میرفتن، بعد اینها ملا گفت که پسرم من دیگه پیر شدم، بذار من سوار شم. ملا که سوار شد پسر در کنارش میرفت و ملا سوار شده بود. یه کسی آمد گفت ای ملا خجالت نمیکشی؟ تو چجور پدری هستی؟ مرد به این گندگی نشسته روی الاغ، بعد پسر بچه داره دنبال اون میاد، این گناه داره این کار. گفت باشه. ملا پایین آمد پسرش رو سوار کرد. بعد که داشتن میومدن یکی دیگه از راه رسید، گفت ای جوان خجالت نمیکشی؟ پدر پیرت در زمین است و دارد پیاده میآید و تو داری سوار اون شدی. گفت خب پدر تو هم بیا سوار من، سوار الاغ شو. این پدر و پسر سوار الاغ شدن. یکی دیگر آمد گفت شما چقدر آدم های بیرحمی هستید، دو نفری سوار این الاغ بیچاره شده اید، چرا این؟ گفت خب هیچ کدام سوار نشیم. بعد یکی دیگه آمد گفت که شما چقدر احمقید، یک الاغ دارید دوتاتون هم دارید پیاده میاید. گفتن فقط یک راه هست. این راه چیه؟ اینها پاهای الاغ رو بستن، یه چوبی از وسط رد کردن و هر کدام به دوش گرفتن که ما الاغ رو ببریم، دیگه چاره ای نداریم. خب حقیقتاً چه باید کرد؟ اگر شما به حرف مردم گوش کنی، مثال بسیار ساده عامیانه است، اگر به حرف مردم گوش کنی چه خواهد شد؟ حالت دیگری به ذهن شما میرسد که اینها انجام بدهند انجام ندادند و مردم حرفی نگویند. محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر وفق حال خود تند. رها کنیم این سخنان مردم رو. این مردم فقط دنبال چیزی هستند که بگویند و غالب سخنان مردم هم واقعا بیهوده هست. سخنانی که 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر در عرض 2-3 ساعت می نشینن شما گوش کنید، کاملا گوش کنید، ببینید اینها چقدر حرف مفید و مثبتی می زنن. اینها به درد دنیایشان می خورد یا به درد آخرتشان؟ به درد هیچ کدام نمی خورد. این مردم عوام اینجوری هم 90% مردم بیهوده گو هستند. 90% مردم بیهوده سخن میگویند، کارهای بیهوده انجام میدهند و کاری رو که بایست انجام بدهند نمیدهند و کارهایی که نباید در آن دخالت کنند البته دخالت میکنند. بنابراین از این بد و خوب گفتن مردم رها شدیم و خودمون با معیار صحیح خودمون اون راه رو پی بگیریم. پیرو پیغمبران شو، ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. آن خداوندان که ره طی کرده اند، گوش با بانگ سگان که داده اند. آنها که گوش کردن، اینا مگه به صدای هیاهوی سگان توجه کردن؟ توجه کنی نباید حرکتی بکنی. محفشاند نور و سگ وع کند، سگ ز نور ماه که مرتع کند. نور ما مرتع است برای کی؟ برای اهل دل، برای اهل عشق، برای عاشقان که ماه رو میبینند و نور ماه به آنها بهجت و زیبایی و دلفروزی میدهد. اما سگ از آن معنای دیگری میگیرد، با او هماهنگ نمیتواند باشد. ای شبروان و همراهان مه را به تک، تک رفتن کی کنند از بانگ سگ. آنها که تو به دنبال ماه راه می روند. قدیم ها معمولا در تابستان ها وقتی هوا بسیار گرم بود شبها راه می رفتند، کاروان ها از جایی به جایی شبها می رفتند و البته از نور ستارگان و به خصوص از نور ماه استفاده می کردند. حال اینها که دارن می خوان به یه مقصد روشن می خواهند برسند، آیا با علالای سگان اینها کناری می روند، تک و سیر و سیران خودشون رو رها می کنند؟ ای بریده آن لب و حلق و دهان، کو کند توف سوی ماه آسمان. یک مثال عامیانه دیگری میزنه، میگه کسی که نمیخواهد
رو به آسمان میکند و به ماه توف میکند، آب دهان به سمت ماه میاندازه، چه خواهد شد؟ خب آن به صورت خود برخواهد گشت. توف به رویش بازگردد بیشکی، توف سوی گردون نیابد مستکی. این توف او به سوی گردون و کهکشان ها که نمیرسد، به سوی خودش برخواهد گشت. و آن کسی که او میکند، زحمتش و رنجش به سمت خود او برخواهد گشت. هر که بر شمع خدا آورد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. پفو همان پف هست که کلمه ترکی هست دیگه، که پف کردن. هر که بر شمع خدا آورد پفو، هر آن کس را، هر آن شمعی که ایزد برفروزد، بله، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. هر که بر شمع خدا آورد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او، پوزه او و دهان او میسوزد. نکته ها چون تیغ الماس است نیز، گر نداری تو سپس واپس گریز. میگوید این مثنوی مال هر کسی نیست، برای چنان که عرض کردم برای عوام نیست. نکته ها چون تیغ الماس است، این نکته هایی که من میگم مانند تیغ الماس است. اگر سپر نداری واپس گریز. سخنانی خواهم گفت که هر ساده دلی و ساده لوحی و کسی که زود سخن به او برمیخورد، او طاقت این سخنان رو ندارد. نکته ها چون تیغ الماس است نیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، که از بریدن تیغ را نبود حیا.